سلام، به قسمت دیگه از حاشیه نیوز خوش اومدید. نبرد دریای ایران آمریکا و کشتی‌های منطقه داره کم کم بالا می‌گیره و پهپادهای سرگردان ایران کشتی‌های بیشتری رو شکار کرده که این باعث شده که آمریکا کشتی‌های بیشتری رو وارد شطرنج نبرد منطقه بکنه و این منطقه رو بیشتر به سمت جنگ می‌بره. با ما تا پایان همراه باشید تا از ریز و درشت شکار جدید پهپادهای ایرانی در دریا براتون بگیم و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. چند ساعت بعد از انتشار یه سری گزارش در روز سه شنبه 5 دی در مورد مشاهده هواپیماهای بدون سرنشین و شلیک موشک در دریای سرخ، یک مقام دریانوردی بریتانیا اعلام کرده که انفجارهایی در سواحل یمن رخ داده. گزارش‌های مشابهی هم در مورد سرنگونی پهپاد در سواحل مصر منتشر شده. سازمان عملیات بازرگانی دریایی بریتانیا اعلام کرده که قبل از وقوع دو انفجار در فاصله 5 مایلی یک کشتی که در حال عبور از منطقه بوده، دو پهپاد در منطقه مشاهده شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان گفته که در یک حادثه ظاهراً جداگانه صدای انفجاری شنیده شده و موشک‌هایی در فاصله 4 مایلی از یک کشتی در حال عبور مشاهده شدند. گزارش‌ها حاکی از این هستش که به هیچ کدام از کشتی‌ها و خدمه آسیبی وارد نشده. مقام‌های بریتانیایی اعلام نکردند که این پهپادها و موشک‌ها از کجا شلیک شده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات رو بر عهده نگرفتند. این حملات یک هفته بعد از اون صورت می‌گیره که آمریکا راه‌اندازی یک گروه ضربت دریایی چند ملیتی در دریای سرخ رو در واکنش به حملات گروه حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند. حوثی‌های یمن در هفته‌های اخیر در واکنش به جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا هستش، حملات خودش به کشتی‌ها در دریای سرخ را تشدید کرده. این گروه گفته که کشتی‌های مرتبط با اسرائیل یا به مقصد این کشور را هدف می‌گیره و به شرکت‌های کشتیرانی هشدار داده با بندرهای اسرائیلی کار نکنند. چند شرکت کشتیرانی در واکنش به این حملات حرکت کشتی‌های خودشون در آب‌های دریای سرخ را متوقف کردن و برای رسیدن به اروپا آفریقا را دور می‌زنند. در همین حال روز سه‌شنبه صدای انفجارهایی در نزدیکی ساحل شبه جزیره سینا در مصر شنیده شد و شاهدان عینی گفتند که دیدن شیئی در آب‌های خلیج عقبه سقوط کرده. شبکه تلویزیونی القاهره نزدیک به سازمان امنیت ملی مصر اعلام کرده که انفجار در حدود 2 کیلومتری شهر ساحلی دهب رخ داده. یک شاهد عینی به خبرگزاری فرانسه گفته که ما صدای بلند انفجار را شنیدیم که از سمت دریا اومده و بعد شیء عجیبی در آب سقوط کرده. گزارشی از تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده. دهب در 125 کیلومتری جنوب شهر بندری ایلات اسرائیل واقع شده که در حدود 3 ماه اخیر مورد حمله گروه حماس و متحدانش قرار گرفته. دو منبع امنیتی هم به خبرگزاری رویترز گفتن شیء سقوط کرده در آب‌های مصر پهپاد بوده، اما به مبدأ اون اشاره نکردند. این دومین بار در یک ماه گذشته هستش که حملات پهپادی به مصر میرسه. حدود سه هفته قبل پدافند این کشور پهپاد دیگری رو در نزدیکی دهب سرنگون کرد. همچنین اواخر ماه اکتبر پهپادهای شلیک شده توسط حوثی‌ها در دو شهر نوبع و تابا در سواحل مصری دریای سرخ منفجر شدند. در پی حمله پهپادی روز شنبه به یک کشتی تجاری مرتبط با اسرائیل در سواحل هند، نیروی دریایی هند خبر داد که در سواحل خودش در دریای عرب سه ناوشکن دارای موشک هدایت شونده مستقر کرده تا حضور بازدارنده ای داشته باشند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز شنبه دوم دی ماه در بیانیه اعلام کرد که یک پهپادی که از خاک ایران شلیک شده بود، کشتی چمپلوتو حامل محصولات شیمیایی را در سواحل هند هدف قرار داده. روزنامه وال استریت ژورنال در خصوص مالکیت این کشتی نوشته که کمپولوتو متعلق به شرکت ژاپنی ریف بریلاند هستش و توسط شرکت هلندی تانکرهای شیمیایی ایس کوانتوم داره میشه که با ایدان اوفر غول کشتیرانی در اسرائیل ارتباط داره.
مقام‌های هندی میگن که خدمه این کشتی که روز دوشنبه 4 دی در مومبای یا همون بمبئی پهلو گرفته شامل 21 هندی و یک شهروند ویتنامی بوده. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی دریایی هند روز سه‌شنبه 5 دی با انتشار بیانیه خبر داد که گزارش‌های اولیه حاکی از حمله هواپیماهای بدون سرنشین به این کشتی و تحلیل‌های پزشکی قانونی و فنی بیشتر برای تعیین عامل حمله از جمله نوع و میزان مواد منفجره استفاده شده مورد نیازه. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری خودش در واکنش به این گفته پنتاگون که پهپاد یاد شده از خاک ایران شلیک شده بود، گفته که دولت آمریکا در جایگاهی نیست که به ایران اتهام وارد بکنه و ما این اتهامات رو مردود و بی ارزش می‌دونیم. از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل، گروه حوثی‌های مورد حمایت ایران حملاتی پهپادی رو علیه شماری از کشتی‌های تجاری در منطقه انجام داده. حوثی‌ها میگن که این کشتی‌ها به اسرائیل کمک می‌کنن. در حالی که اوکراین از حمله به یک کشتی روسی انتقال دهنده پهپادهای ایرانی خبر داده، یک مقام شبه جزیره کریمه کشته شدن یک نفر را در حمله اوکراین تایید کرده. نیروی هوایی اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرده که در فئودوسیا یک کشتی مهم ناوگان روسی در دریای سیاه را مورد حمله قرار داده. نیروی هوایی اوکراین هم به رسانه‌ها گفته که گفته میشه این کشتی حامل پهپادهای شاهد بوده. پهپادهای شاهد، پهپادهای ایرانی مورد استفاده مسکو در تهاجم علیه اوکراینی. بندر اصلی ناوگان ارتش روسیه در دریای سیاه در سواستوپول و در فاصله تقریبی 190 کیلومتری فئودوسیا قرار داره. اما به گزارش رسانه‌های روسی در حال حاضر چند ناو نظامی روسیه هم در بندر فئودوسیا مستقر هستند. نیروی هوایی اوکراینی اعلام کرده که کشتی بزرگ نوچر کاسک توسط خلبانان این نیرو در فئودوسیا و با استفاده از موشک‌های کروز منهدم شده. مایکولا اولشچوک فرمانده نیروی هوایی اوکراین ویدیویی رو پخش کرده که یک انفجار و شعله‌های آتش رو نشون میده. سرگئی آکسیونوف فرمانده شبه جزیره کریمه که کنترل اون از سال 2014 به دست روسیه افتاده، حمله اوکراین در روز سه‌شنبه به بندر فئودوسیا در این شبه جزیره رو تایید کرده. به گفته او در جریان این حمله یک نفر کشته و دو نفر دیگه زخمی شدند. آقای آکسیونوف در کانال تلگرام خودش اضافه کرده که 6 ساختمان دیگه هم آسیب دیدن و ساکنان اونها تخلیه شدند. اوکراین تا حالا چندین بار به نیروهای روسیه در شبه جزیره کریمه حمله کرده. کیف و کشورهای غربی بارها اعلام کردند که جمهوری اسلامی با ارسال پهپادهای انفجاری شاهد به روسیه در تهاجم این کشور علیه اوکراین نقش داشتند. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یارو نگهدارتون.